بنابراین ما اسکندر حمله میکنه به ایران، ایران در جنگ های با یونان شکست میخوره، نمیدونم مسئله حمله به عرب هست، مسئله مغول ها هست، در دوره جدید این شوک تجدد هست. درسته که ما یعنی ایران رسما استعمار نشد، ولی به شکل غیر رسمی استعمار شد. یعنی در 400 سال گذشته به هر حال قدرت های خارجی مخصوصا روس ها، انگلیس ها با همدیگه بر سر منافعشون در ایران جنگیدن و همیشه هم قربانی در این وسط قربانی بیشتر ایران بوده، به دلیلی که خب ضعیف بوده و قدرتی نداشته. و در این حال که اینها دنبال منافع خودشون بودن و ایران متضرر می‌شده، باز ایران برای حفظ توازن و تعادل قدرت به این قدرت‌ها نیاز داشت. به قول اقبال میگه که زخم از او، نشتر از او، سوزن از او، ما وجوی خون و امید رفو. هم غرب مایه درد بوده هم مایه درمان بوده، اروپا هم مایه درد بوده هم مایه درمان بوده. یعنی ما هم از این که اونها مدام دنبال منافع خودشون بودن آسیب میدیدیم، همین که برای حفظ توازن منطقه باید دست به دامان اونها میشدیم. و از این مهمتر از نظر فرهنگی و هویتی در عصر جدید اساسا ما خودمون رو از طریق ذهن غربی کشف کردیم. مثلا فکر بکنید که تا 100 سال پیش احد الناس در ایران بلد نبوده که پهلوی بخونه، بلد نبوده که مثلا کسانی که از سنت و فکر و منابع مکتوب و نمیدونم آثار باستانی ایران پیش از اسلام آگاهی داشتن، در حقیقت احتمالاً یک نفر هم پیدا نمی‌شده. غربی ها میان تاریخ ما رو کشف میکنن و در حقیقت ما رو از یک گسستی با گذشتمون آگاه میکنن. یعنی ما مثل یک آدمی که تصادف میکنه بعد میره تو کما، بعد حافظش رو از دست میده، بعد وقتی که به هوش میاد از کما میاد بیرون، یک کس دیگه سعی میکنه گذشته اونو یادش بیاره، ولی این خودش نمیتونه مستقیما گذشته خودش رو به یاد بیاره. در حقیقت این حافظه اون نیست که سرچشمه یادآوری گذشته است، این کس دیگری است که داره حافظه اون رو به طور غیر مستقیم میخونه و از چشم او و از فیلتر او در حقیقت گذشته او رو طرف کشف میکنه. و این خیلی دردناکه براش، خیلی خیلی براش دردناکه. خب از یک طرف این تبدیل میشه به یک رابطه عشق و نفرت، یک انواع و اقسام احساسهای متضاد نسبت به دیگری درش به وجود میاد. از یک طرف خودشیفتگی که ما ایرانی ها الیم، ما ایرانی ها بلیم، هنر نزد ایرانیان است و بس، روان گسیختگی، اسکیزوفرنیا، یک آگاهی مشوش تاریخی، خود برتربینی، در این خود فروتربینی، تمام اینها و خب حسی که ما نسبت به ملل در این منطقه داریم، حسی که نسبت به افغان ها داریم، به عرب ها داریم، به ترک ها داریم، به پاکستانی ها داریم، اینا رو همه رو میبینید و میبینیم. و در حقیقت این نسبت ما با دیگری، اون تاریخ گذشته، اون اساطیر، تجربیات فردی، تجربیات اجتماعی، مجموعه اونها نقش بازی میکنن تا تصویری رو که ما از خودمون داریم بسازن، تصویری که ما از خودمون به عنوان ایرانی داریم. مثلا هر کشوری از خودش یک تصویری داره، هر ملتی از خودش یک تصویری داره که این تصویر هم البته عوض میشه، مدام عوض میشه، ولی یکی عناصرش ممکنه ثابت بمونن. مثلا ما در عصر جدید یک تصوری از خودمون داریم که طبیعتاً 200 سال پیش این تصور وجود نداشت، ولی یه عناصرش ممکنه که ثابت بمونن. مثلا فرض کنید که مصر در 100 سال اخیر خودش رو کانون جهان عرب میدونه و قطب ناسیونالیسم عربی میدونه. حالا این کشوری است که از نظر اقتصادی بسیاری از کشورهای دیگه عربی هستن که از هر نظر از مصر پیشرفته ترن، از نظر مثلا اقتصادی، از نظر نهادهای اجتماعی و بسیاری چیزهای دیگه، فقر، کشاورزی، سرمایه‌گذاری. ولی همچنان این تصور در مصر هست که مصر باید نقش رهبری جهان عرب رو داشته باشه، به خاطر اینکه
قلب تپنده جهان عرب هست و وقتی که از ما از ناسیونالیسم عربی حرف میزنیم مصر هست که غنی‌ترین فرهنگ عربی رو داره. خب در آمریکا یک در حقیقت ایدئولوژی یا یک سلف پرسپشن یا تصویری از خودی هست که آمریکا یک کشور اکسپشنال یا یک کشور استثنائیه و استثنایی در تاریخش، در تکوینش و در دموکراسیش و در ایدئال هایی که در حقیقت این کشور رو تأسیس کرده و در نتیجه چون یک کشور استثنائیه یک وظایف استثنائی هم در قبال کشورهای دیگه دنیا داره. بسیاری از کسانی که به این ایدئولوژی یا تصور استثناگرایی معتقدن در حقیقت بر این اساس هست که میگن ما باید بریم و کمک کنیم به کشورهای دیگه که دموکراسی در اونجا برقرار بشه. ما مسئولیت داریم در قبال دنیا، ما مثل بقیه کشورها نیستیم. ژاپن خودش رو حامل بهترین ارزش‌های سنت شرق و کامیابترین الگوی مدرنیزاسیون در آسیا می‌بینه. وقتی هم که ما میگیم این سلف پرسپشن ها وجود دارن، به این مفهوم نیست که بگیم تک تک افراد اون ملت همچین عقیده‌ای دارن، نه، به این مفهوم هست که بخش مهمی از نخبگان فرهنگی، بخش مهمی از نخبگان سیاسی، بخش مهمی از نخبگان اجتماعی این عقایده دارن. گاهی نخبگان متفاوت سلف پرسپشن ها یا تصویرهای متفاوتی از خودشون دارن، ولی به هر حال به دلیل اون سابقه مشترک تاریخی و تجربیات مشترک تاریخی شما میتونید یک عناصر مشترکی بین اینا پیدا بکنیم. مثلا در زمینه سیاست خارجی در ایران بسیاری از مسائل هست که فارغ از اینکه شما طرفدار جمهوری اسلامی باشین، مخالف جمهوری اسلامی باشین، طرفدار نظام سلطنت باشین، اصلا مهم نیست. یک سری مسائل هست که شما بهش اعتقاد دارین یا در نوع نگرشتون با تصمیم گیران جمهوری اسلامی در حقیقت مشترک هست. خب ایرانی‌ها چه سلف پرسپشن یا چه تصور یا چه تصویری از خودشون دارن؟ خب این هم باز بحث مفصل، ولی من یه نمونه فقط بگم و حالا در جلسه بعد مفصل تر بهش میپردازم که یک نمونه است که خیلی جدیده، منتها در حقیقت این اظهار نظر جدیده ولی این تفکر خیلی قدیمیه که آقای دکتر سید جواد طباطبایی که از مهمترین متفکران ایران هستند، ایشون نه، یعنی به هیچ وجه جزء روشنفکران وابسته به جمهوری اسلامی به شمار نمیاد، به هیچ وجه از دسته روشنفکران مذهبی و اینها به شمار نمیاد، یک فیلسوف سیاسی است. ایشون در یک جلسه‌ای که مربوط بوده به رونمایی فرهنگ جامعه ایران گفتن که ما ایرانی‌ها ملت بودیم همیشه، یعنی یک آگاهی ملی داشتیم در حالی که کشورهای منطقه جعلی هستند و ما باید در حقیقت اهمیت بدیم به این موضوع، چون بسیاری از این کشورهای جعلی اومدن و میخوان فرهنگ ما رو غارت کنن و مثلا افتخارات فرهنگی که ما داریم به اسم خودشون ثبت کنن. مثلا فرض کنید عرب ها فلسفه ای رو که حاصل کار فارابی و ابن سینا و بسیاری از فلاسفه ایست که در ایران زمین در حقیقت بودن، اینو فلسفه عربی میدونن. به خاطر چی؟ به خاطر اینا همه به زبان عربی مثلا می نوشتن. ایشون بیشتر به آذربایجان، جمهوری آذربایجان نظر داشته و اون نمونه رو گفته. به هر حال ایشون معتقده که، یعنی خودش هم گفته، یعنی این جمله ایست که ازشون نقل شده، که تاریخ جامعه ایران یک کار سیاسی ملیه و ما باید ثبت کنیم اون چیزی رو که مال فرهنگ ایرانه، که مبادا دیگران که جعلی هستن و هویتاشون همه علکی هست اینا بیان به اسم خودشون ثبت کنن. خب این حرف کاری نداریم که درسته یا درست نیست و اصلا بحث نقد صحبت ایشون نیست، ولی این شخصیت متفکر فیلسوف غیر مذهبی مفهوم تبلیغگر نسخه‌ای از مذهب یا غیر وابسته به جمهوری اسلامی این عقیده رو داره، ولی فکر نکنین که این نوع تفکر در بخشی از بدنه تصمیم گیر سیاسی جمهوری اسلامی نداره. یعنی این نوع که خودمون رو ببینیم که ما ایرانی ها در یک منطقه هستیم که این کشورها همه از نظر هویت فرهنگی و هویت سیاسی بی ارزشن و جعلین و ما هستیم که اصیلی. یک اظهار نظر کرد آقای علی یونسی
معاون سابق وزیر سابق اطلاعات و کسی که به هر حال در 30 سال گذشته از مسئولان امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بوده در مورد عراق، همین مال چند ماه پیشه که گفت عراق نه فقط حوزه تمدنی نفوذ ما بلکه هویت، فرهنگ، مرکز و پایتخت ماست، هم امروز هم گذشته، و جغرافیای ایران و عراق غیر قابل تجزیه و فرهنگ ما غیر قابل تفکیک است، پس ما یا باید با هم بجنگیم و یا یکی شویم. خب این حرف طبیعتاً واکنش های منفی و مخالفت های زیادی رو برانگیخت در جهان عرب، در کشور عرب از سوی مقامات عراق و مقامات سعودی، و خب آخرش به این جا انجامید که ایشون به نوعی عذرخواهی کرد یا حرفش رو تصحیح کرد و به هر حال جمع و جور شد. منتها میخوام این نوع تفکر این که ما راجع به خودمون چی فکر میکنیم، ما به عنوان ایرانی، ایرانی بودن و یا ایران رو چگونه تعریف میکنیم، این خیلی مهمه در نوعی که ما سیاست خارجیمون رو شکل میدیم، توجیه میکنیم، تعیین میکنیم، سمت و سو میدیم، معنادار میکنیم، منطق موجهی یا منطق توجیهگری براش میسازیم. من همینجا توقف میکنم و بحثمون رو در جلسه آینده که جلسه آخر هست پی میگیرم، ولی فرصت داریم برای یکی دو تا سوال. بله، من سوالم اینه که این بحثی که راجع به فرهنگ سیاسی مطرح شد، من یه دو نکته بود که میخواستم به هم مرتبطش کنم، هم اگر جاش باشه راجع بهش صحبت بکنم جناب خلجی. اینه که یک قسمتی از مطلبی که راجع به فرهنگ سیاسی صحبت میشد در رابطه با خصوصیات فرهنگ سیاسی بود که حالا کلید واژه‌های مختلفی هم دوستمون گفتن راجع بهش بود. یکیش در واقع فضای عمومی و منفعت عمومیه. این مطلب رو میخواستم ببینم که در حقیقت چه اتفاقی میفته که این منفعت عمومی در زمانهای گوناگون در فرهنگ سیاسی ما، که حالا جناب خلجی این رو اینطور فرمودن که ما ریشمون به اون نگاه های ابتدایی تاریخمونه، مثل همون دوگانه اندیشی خیر و شری که از ابتدای آیین‌های باستانی ایران بوده. این آیا این منفعت اندیشی که نفع شخصی رو برتر بدونیم به نفع عمومی، و یا بالعکس نفع عمومیمون رو بر در حقیقت ملاک قرار بدیم، آیا این در طول این زمان تغییری کرده برای جامعه ایران؟ و اینکه آیا به نظرتون این دوره‌های کوچیکی که شما به عنوان عصرهای طلایی ازش یاد کردین، مثل قرن 4 هجری یا دوران صفویه و شاید حتی بشه دوران هخامنشی رو ازش یاد کرد، حالا این ایام ایامی بوده که این فرهنگ سیاسی ما دچار یک تفاوتی نسبت به کلیت خودش شده، و یا اینکه عوامل دیگه‌ای بوده که اونجا رو این ستاره ها رو متمایز کرده از دوران دیگه؟ ببخشید من نمیدونم خیلی تونستم خوب توضیح بدم یا نه. سلام آقای دکتر خلجی، من فقط میخواستم راه ارتباطی با خودتون اگه میشه لطف بفرمایید، اگه ایمیل یا صفحه فیسبوکی دارید به ما لطف کنید بدید. ممنون. بله، ببینید خود مفهوم مصلحت عمومی یا خیر عمومی در طول تاریخ خیلی تغییر کرده. طبیعتاً یک تصوری از منفعت عمومی یا مصلحت عمومی در دوره اسلامی وجود داشته و سلطان باید اون مصلحت رو در نظر می‌گرفته، ولی اون تعریفش با اون چیزی که ما الان میگیم و در چارچوب مفاهیم جدید و به ویژه در چارچوب دموکراتیک زمین تا آسمون فرق میکنه. مثلا یکی از وظایف سلطان همیشه در نظریه سلطنت در اسلام، در اندیشه سیاسی اسلام میگن که حفظ قلمرو اسلامی هست، یعنی دارالاسلام رو
وظیفه سلطان اینه که حفظ کنه، یعنی که اگر کافران خواستن حمله کنن و سرزمین های اسلامی رو بگیرن، یکی از وظایف مهم سلطان حفظ این دارالاسلام، اگر در این کار کوتاهی کنه در حقیقت مشروعیتش از بین میره. یکی از چیزهایی است که سلطان بد در حقیقت سلطانی است که نتونه از قلمرو اسلامی و سرزمین های اسلامی حفظ بکنه. و از طرف دیگه سلطان هم باید عادل باشه، حالا از به اصطلاح توی ادبیات سیاسی یا مثلا سیاستنامه ها هم اونایی که رسما سیاستنامن یا در ادبیات ما به طور کلی نصایح الملوک یا مثلا در سعدی میبینیم که مدام به پادشاه توصیه میشه که عدالت ببرزه. حالا در شاهنامه هم پادشاهی که مشروع هست، یعنی شاه آرمانی، علاوه بر اینکه فر ایزدی داره هم به داد حکومت میکنه و هم به خرد، یعنی خردمندی و داد دو تا عنصر مهمی هستن که یک شاه آرمانی رو مشروعیت میدن. در حقیقت در فردوسی شاه ایرانی شاهی است که فر ایزدی داره و با داد و خرد حکومت میکنه، ولی شاه انیرانی شاهی است که هم فاقد فر ایزدی است و هم از خرد و داد رفتار و گفتار و کردارش به دور هست. خب مفهوم داد یا مفهوم عدالت، حالا چه در فردوسی و چه در اندیشه سیاسی اسلامی، خیلی فرق میکنه با مفهوم عدالت. فرق میکنه که یعنی از ابدا ربطی ندارن، یعنی فقط اشتراک لفظی دارن، به خاطر اینکه در اون چارچوب اولا داد رو انسان نیست که تعریف میکنه و داد رو اقتدارهای فرا انسانی و اقتدارهای مرجعیت‌های الهی تعریف میکنن، و افزون بر این اون چیزی که در اون جهان عدالت شمرده میشه از نظر من و شما در این جهان عین بی‌عدالتی است. بنابراین خیر عمومی اونجا به شکلی تعریف میشه که رعیت در نه در تعریفش و نه در تحققش هیچ نقشی نداره. این سلطانه که حالا این تعریف یک خیر عمومی تعریف شده رو سلطان باید متحقق کنه، اما رعیت هیچ نقشی درش ندارن. رعیت یک کاملا پسیو منفعل. اون چیزی که ما در فرهنگ سیاسی دموکراتیک میگیم به عنوان خیر عمومی، در حقیقت امری نیست که جایی خارج از جامعه تعریف شده باشه و جامعه در حقیقت محکوم به اون باشه و دولت مجری اون باشه. نه، خیر عمومی و منفعت عمومی چیزیست که هم درون جامعه تعریف میشه و هم تک تک شهروندان در تعریف و در تحققش مشارکت میبرزن. حالا ما نکته که در مورد ایران هست اینه که ما در عصر جدید تجدد در ایران که میاد، درسته که یه مدرنیزاسیون حالا اقتصادی داریم، نهادهای ساخته میشه، ولی از نظر سیاسی ایران مدرن ساخته میشه بر اساس سرکوب قلمرو عمومی. یعنی چی؟ یعنی رضا شاه پهلوی که بنیانگذار دولت مدرن در ایران هست و کسی است که به عبارتی ایران رو از تشتت و پراکندگی و ملوک و طوائفی و ناامنی و اینا نجات میده و نهادهای مدرن مثل دانشگاه دادگستری میسازه، این مدرنیزاسیون سیاسی و اجتماعی رو در کنار سرکوب قلمرو به عمومی انجام میده. یعنی دوره خفقان، یعنی یک دیکتاتوری، یک تجدد به اصطلاح آمرانه و با اتوریته. خب این یعنی که ما تجدد سیاسی که وارد ایران شده، شهروندان در شکلگیری قلمرو به عمومی و در شکلگیری خیر عمومی نه در تعریفش و نه در تحققش نقشی نداشتن و به عکس با انواع و اقسام روش ها دور رانده شدن. این چراغ های قلمرو به عمومی رو دولت همیشه خاموش کرده. خب در نتیجه چه اتفاقی افتاده؟ جامعه ای است که قبل از دولت مدرن ما جامعه ای بودیم که ایران، اینو در نظر بگیم که ایران همون زمان به اصطلاح که ایران زمین و ساسانیان و هخامنشیان هم همونطور که گفتم شاهنشاهی بوده، یعنی هر منطقه رو یک شاه اداره می کرده
و تنوع قومی و مذهبی و منطقه‌ای داشته. منتها در زمان ایران پیش از اسلام اون تنوع و تکثر به نوعی در یک ساختار معناداری به یک وحدت و یک پارچگی میرسیده. با حمله اعراب این ساختار و منطق در هم میشکنه. در دوره جدید تجدد به ما کمک، یعنی تجددی که وارد ایران میشه به ما کمک نمیکنه که این تشتت و تعدد و پراکندگی که تو جامعه ایران هست این رو ما به شیوه دموکراتیکی حل بکنیم. میایم با زور حل میکنیم. چجوری؟ رضا شاه میاد زبان فارسی رو زبان رسمی دولت میکنه و معلم‌ها در مدارس اگه کسی مثلا بچه ترکی صحبت میکنه یا عربی حرف میزنه کتکش میزنن. نظام آموزشی و نظام فرهنگی با ضرب و زور تنوع زبانی، تنوع فرهنگی رو از بین میبره. یا شیعیان تبدیل میشن به حاکم و کسانی که شیعه نیستن از حقوق شهروندی محروم میشن. این تجدد آمرانه در زمان رضا شاه به شکلی، در زمان محمد رضا شاه، خب انقلاب ایران یکی از مهمترین دلایلی که به وجود آمد این بود که این تضادایی که توی درون جامعه ایران بود تجدد آمرانه محمد رضا شاه پهلوی نمیتونست برش راه حل پیدا بکنه. در نتیجه این تضادها در یک نقطه‌ای به شکل جادویی یک هدف مشترک پیدا کردن و اون هدف مشترک منهدم کردن نظام پادشاهی بود. و به محض اینکه منهدم کردن دوباره این تضادها هر کدوم راه خودشون رفتن و همین امروز هم شما میبینید در فقدان قلمرو عمومی در ایران، جامعه ایران جامعه دیوار هاست، جامعه شکاف هاست، جامعه گسست هاست، جامعه آدم ها پشتشون به همدیگه است، آدم ها همدیگه رو نمیبینند. وقتی اون چیزی که ما اسمش جامعه میگیم یک فضای تاریک هست، من کسی رو نمیبینم، من نمیتونم برم یک کلوپی، من نمیتونم برم یک باشگاهی، من نمیتونم برم یک فضایی با آدم های همفکر خودم آزادانه راجع به هر چی دلم میخواد حرف بزنم، در مورد هر امری که مربوط به منافع یک گروه، یک طبقه، یک سازمان هست سازماندهی ایجاد کنم و فعالیت کنم. در قیام همچین چیزی جمهوری اسلامی هم باز یک نظام اقتدارگراست، یعنی با ضرب و زور، با پلیس و با کلید زندان و با اسلحه این تضادها رو کنترل میکنه. خب طبیعتاً حل نمیکنه، کنترل میکنه. و طبیعتاً این راه حل دراز مدت نیست. شما تا یک زمانی میتونین این تنوع فکری، سیاسی، قومی، مذهبی، جنسیتی و غیر زبانی اینها رو تا زمانی میتونین سرکوب کنین، در دراز مدت نمیتونین سرکوب کنین. اما مسئله اینه که راه ممکنه که جمهوری اسلامی بره و دوباره یک حکومت اقتدارگرای دیگه بیاد و به شکل دیگه مثلا یه 100 سالی هم اون سرکوب کنه، ولی در نهایت اون چیزی که راه حل قطعی هست همون به وجود آمدن قلمرو عمومی است. یعنی که خیر عمومی، منفعت عمومی و مصلحت عمومیه کسانی که تحت یک حکومت هستند توسط خود اونها تعریف بشه و خود اونها امکان تحقق، تلاش برای تحقق اون رو داشته باشه.